زندگی لایق آدمی برپا داشتن زحمت می‌خواد. سلام عرض می‌کنم به دوستانی که در محفل سمرقندی ها جمع شدن که به هم و من بسیار خوشحالم که مادر عزیز من اونجا حضور دارم و یک دوستی که دقیقاً 25 سال پیش در میدان هوایی شهر دوشنبه تاجیکستان بنده میزبانشون دیدم و از اون زمان ایشون رو ندیده بودم هم تشریف دارم. آقای نسیم خاکسی. من 25 سال پیش زنگ زدم. برگشتم تا کتابی به نام از دوشنبه تا دوشنبه نوشتم. خدا کند انگورها برسند. خدا کند انگورها برسند، جهان مست شود، تلو تلو بخورند خیابانها، به شانه هم بزنند رئیس جمهورها و گداها، مرزها مست شود و محمد علی بعد از 17 سال مادرش را ببیند و آمنه چینهای کودکش را لمس کند. خدا کند انگورها برسند، آمو زیباترین پسرانش را بالا بیاورند، هندوکش دخترانش را آزاد کند. برای لحظه ای تفنگ ها یادشان برود دریدن را، کارت ها یادشان برود بریدن را، قلم ها آتش را آتش بس بنویسند. خدا کند کوها به هم برسند، دریا چنگ بزند به آسمان، ماهش را بدزدد، به میخانه شوند پلنگها و آهوها، مستی به اشیا سرایت کند، پنجره‌ها دیوارها را بشکنند و تو همچنان که یارت را تنگ می‌بوسی مرا نیز به یاد بیاوری. محبوب من، محبوب دورافتاده من، با من بزن پیاله دیگر به سلامتی باغ‌های معلق انگور. اون شعری از الیاس علوی از افغانستان که اولین جایزه سیمرغ که جایزه سیمرغ است که 10 سال 12 سال پیش ما بنیاد کردیم رو به خود اختصاص داد. یادش بخیر، در استرالیا. خب کار سختی از خود گفتن، خیلی هم با فرهنگ ما جور در نمیاد. 25 سال پیش بود که و این زمان چه زود گذشت که به تاجیکستان رفتم و داشتم برای مهدی جان و شهرزاده جان میزبانهای ما امشب قصه میکردم که چرا به تاجیکستان رفتم. تقصیر مادر بزرگم شد، چون در کودکی برای من قصه ای میخوان، قصه یک موشی که دومش بریده شده بود و به دنبال دست به دامن همه میشد تا کسی این دومش رو به او بدون. شاید برخی از شما این قصه رو بدون. من یکی تو قسمتش بیشتر یادم نیست، میگفت تو تو توخیده توخی دردوز دردوز دام من رو بدوز. و برنامه یک شب دیر وقت در پاریس دیدم یک فیلم مستند که کودکانی در برف به سوی مدرسه میرفتن، نمی که در بدخشان تاجیکستان است، و این کودک ها و این بچه های کوچولو داشتن یک شعری شبیه اون شعر مادر بزرگم برای من میخوندن. پس گفتم باید به تاجیکستان برم و زندگی من خیلی تغییر یافتاد اون زمان به بعد و به دلایل در واقع کار آکادمیک رفتم، ولی سر از آرمان شهری که خودم پای گذارش بودم در آوردم و حالا خدمت شما هستم. از من خواستن راجع به کاروان ها و کتاب صحبت بکنم. طبیعتاً وقتی که به آسیای مرکزی پسا شوروی نگاه میکنیم و یا به افغانستان که یکی از دردهای همگانی ماست، وقتی که طالبان سر برآوردند و به ارمغان آوردن دهشت رو با خود، نمیشد در واقع سکوت کرد و پاسخ نداد به این نگاه. سربازان مسخره به نام طالبان با اسلحه، با زور اسلحه فکرها رو تارمار میکردند. اون سرزمین فلک‌زده در چه سراشیبی افتاده بود؟ قتل، شکنجه،
تازیانه تبعید. در چه بدبختی گرفتار شده بود این سرزمین بی‌نوا. آزادی ممنوع، مدرسه ممنوع، تابش خورشید ممنوع. از این برقعی سیاه با تو چشمک‌های تنگش چگونه می‌گذرد خورشید؟ آغاز روشنی بود پایانشان. مهر و ماه نیکی از روح‌های آگاه سر می‌کشد، از روان‌هایی که 6 سال از مکتب محرومشان کرده بودند. دوباره آغاز می‌کنیم، دوباره مشعل دانش را در دست می‌گیریم، مکتب می‌سازیم، یعنی جهان را روشن می‌کنیم. دندار نیک می‌بایدمان تا به نام مذهب هیچ‌گاه اندیشه‌ها زندانی نشوند، روان‌ها افسرده نگردند و چراغ مکاتب خاموش نگردند. در سال 2002 پس از اینکه طالبان نه تنها افراد و مردمان بیگناه رو کشتن، کتاب ها رو نشانه رفتن، کتاب سوزی شد در افغانستان و اینجا یاد فرخ قاسم تاجیکستانی محترم میکنم که فوت شدن، رئیس تئاتر اهارون بودن و وقتی من برای اون قصه کردم که چگونه در شمال افغانستان در کتابخانه 50,000 جلد کتاب قدیمی و نفیس رو طالبان به دریا ریختن، آتش زدن و گلوله باران کردن و او زیاد گریست، خیلی گریست، حالش هم خوب نبود. گفتش که گیسو، ما هم در سمرقند این کار شد، چون وقتی شوروی ها آمدن پدر من یکی از بزرگترین کتابخانه های شخصی سمرقند رو داشت و ما مجبور شدیم کتابهای ما رو چال کنیم و پخش کنیم. و گریست و گفت فقط 2 جلد آن در کتابخانه من امروز در شهر دوشنبه است، چون کتاب‌ها زیر زمین پوسیدن. به همین دلیل ما انتشارات آرمان شهر رو درست کردیم، برای اینکه با کتاب که تنها اسلحه‌ای است که یادداریمون رو گرفتن به جنگ این تاریک اندیشان بریم. در سال 2002 یک فراخوان داریم که 10-12 زبان جهان از روسی و عربی و زبان‌های اروپایی و غیره به اهل قلم جهان که به کاروانی از 1001 شعر برای صلح به افغانستان ببرن و برخلاف انتظارمون حدود 980 شعر از استرالیا تا ترکمنستان، از چارگوشه جهان، از اسرائیل تا همین هلند شما به دست ما رسید و ما به این شعرها خیلی احترام داشتیم. یک برنامه مفصلی نمایشی در یونسکو برگزار کردیم در سال 2003. بر پایه این اشعار قصه یک کاروانی بود و اتراق چند نفر در مرز افغانستان که با کوله بارهایی از کتاب به جنگ سیاهی و تاریکی می رفتن و قصه ها رو با هم قصه می کردم و چندین کتاب چاپ کردیم که برخیشون من اینجا برای شما آوردم. دستخوان انتشارات آرمان شهر در کابل و هرات کتاباشو چاپ میکنه. من چند کتابی که همراه خودم در پاریس داشتم برای دیدن شما اینجا آوردم. و بعد وقتی که جایزه صلح سیمرغ رو پایین گذاری کردیم باز یک فراخوان داریم بیشتر به جوانهای افغانستان، اما سیل قصه و شعر بود که از ایران سرازیر شد. حتی واقعیتش رو بگم، بحث اون موقع ضدیت و مقاومت در مقابل زورگویان، جنگ و خشونت بود. تعداد نوشته‌هایی که از ایران به دست رسید بیشتر از نوشته‌هایی بود که از افغانستان به دست رسید. و خب همین الیاس ادبی که شعرش رو براتون خوندم اون جایزه رو گرفت. در این 10-12 سال گذشته ما حدود 200,000 جلد کتاب چاپ کردیم در افغانستان که به طور رایگان پخش کردیم و زیباترین قصه های ما قصه اون معلمی است که از بامیان هر از گاهی نزد ما میاد و میگوید کتاب بدین، کتاب ببرم، اون تیکه آخری که به اون مکتبم میرسم و باید بار اولاخ کنم کتاب بارم، چون کتاب ها نامو شده بودن.
بخشی از کتاب‌های ما به ایران بدون البته دخالت. حتی شنیدم که کلاس، چون یه بخشی از کارهای ما مربوط به حقوق بشر میشه، شنیدم از دوستان که در زندان در ایران هم برخی از این کتاب‌های ما در واقع بین زندانیان گشته و درس گذاشتن. کاروان‌هایی درست کردیم، چند هزار جلد کتاب به کتابخانه ملی تاجیکستان بردیم، به مزار شریف کتاب بردیم، به بدخشان افغانستان کتاب بردیم، به هرات و قندوز و طالقان کتاب بردیم. و اگر خودنمایی نباشه، فکر میکنم از این جور، از این دستکار که در واقع به طور رایگان یک جعب فرهنگی ایجاد بشه، ما 4-5 سری کتاب داریم، یک سری داریم به نام سکوت را بشکنیم که بیشتر مربوطه به حقوق بشره. ادبیات را تحت عنوان سیمرغ، با این اعتقاد که سیمرغ خود ما هستیم و ناجی جایی نخفته که ما را قرار کمک بکنه، اونجا گرده هم آوردیم. خانم نکر تشریف ندارن، یکی از کتاب‌های شعرشون رو بر پایه گفتگویی بود که براشون در هرات تشکیل داده بودیم، بودن 176 بار این تمرین رو در افغانستان انجام دادیم. یک کتابی از اشعارشون چاپ کردیم که خیلی زیبا بود، چون میگفتش که در واقع چقدر 50 سال کمه برای گفتن. در واقع بحث اصلیش در این کتابیم. سری دیگه داریم زنان، در ارتباط با حقوق زنانه، و مجله‌ای داریم به نام سیاستنامه که 10 سال پیش پایه‌گذاری کردیم. البته دیدم در ایران به تازگی اسم ما رو گزیدن، جلد کتابش هم یک کمی شبیه ما. سخی چقدر خوب، چون ما اصلا داریم این کارها رو میکنیم که ایده های ما دزدیده بشه و روش کارمون رو در واقع افرادی در این چهار گوشه سرزمین هامون، تاجیکستان و ازبکستان و ایران و افغانستان و تا بخشی از قفقاز رو بربر میگیره، از نظر قلبی برای ما البته، کاشکی که ما بتونیم این جنس فعالیت ها رو تکرار کنیم. و من به همین دلیل بسیار خرسندم که اینجا آمدم. نمیدونم، شاید وقتم دیگه کم کم تمام شده باشه. این یک بخش کوچکیست از کارهایی که در این دو دهه همراه با دوستان خوبم در این سالها که دوستانم یادشون بکنم همین الان انجام دادیم. و بسیار شیرینه که آقای عطاوکیلی اینجا ببینم، با ایشون هم سالها پیش حول و حوش تاجیکستان با هم هم صحبت دادیم. خیلی متشکر هستم، امیدوارم اگه فرصت کردید برنامه ما رو اینجا فرخیش در این کتاب ها هست نگاه بکنید. به هر حال آباد باشید، خیلی متشکر.